میشه به این ترتیب میشه انتگرال خط نوع دوم. انتگرال خط نوع دوم بچه، انتگرال خط نوع دوم چهار تا فرم معروف داره. یک، یا میگن انتگرال f دات دی آر روی مرز c، یا میگن این یه فرم، فرم شماره یک. فرم شماره دو، یا میگن انتگرال FTDS روی مرز C. فرم شماره سه، یا میگن انتگرال PDX به علاوه QDY روی مرز C. فرم شماره چهار، یا میگن کار حساب کن. وقتی میگن کار حساب کن یعنی انتگرال خط نوع دو حساب. این چهار تا. حالا روش های حل چیه؟ اون یه روش حل داشت، این سه تا روش حل داره. بهترین روش حل چیه؟ بهترین روش حل قضیه گرینه. قضیه گرینه به شرطی که چی باشه؟ به شرطی که مرز بسته باشد. مرز بسته باشد خب، یعنی شرط داره. به شرطی که مرز بسته باشد انتگرال روی پی دی ایکس به علاوه کیو دی وای، یعنی این شکلیه دیگه ها، روی مرز سی میشه انتگرال دوگانه داخل سی که میشه دی. درست شد؟ بالاخره مرز بسته بچه، مرز بسته ویژگیش اینه که این اگه مرز سی باشه، بسته باشه در جهت مثلثاتی، ویژگیش اینه که تو دل خودش یک ناحیه دی ایجاد کرده. انتگرال دوگانه کیو ایکس منهای پی وای. خب بچه میگن خب آقا اگه مرز بسته نبود چیه؟ دومین روش استفاده از تاب پتانسیل. استفاده از تاب پتانسیل میگه خب آقا تاب پتانسیل چیه؟ میگیم این شکلیه استفاده از تاب پتانسیل، به این ترتیب که اگر مرز بسته نبود میری میبینی میدان تحت انتگرال پایدار، یعنی اول به مرز نگاه میکنی، اگر بسته بود قضیه گیری بدون شک، بعد میری به میدان تحت انتگرال نگاه میکنی ببینی اف پایستار هست یا نه. شرطش اینه که اف چی باشه؟ شرط اینه که اف پایستار باشد. اگر اف پایستار بود میگی حاصل انتگرال میشه فی انتها منهای فی ابتدا. منهای فی ابتدا، فی چیه؟ تاب پتانسیل. حالا اینا رو بعداً بعد اینا رو بهتون توضیح بدم ها. بچهای پاییز که اصلا هنوز بهشون درس ندادیم، بچهای که هم نخوندن هم خیلی نگران نباشن، اب نداره، اب نداره. برای بچهای که خوندن حالا داریم نوع جمع بندیشو ببینین چه شکلیه. استفاده از تاب پتانسیل سه چی؟ سه میشه چی؟ پارامتری کردن مرز، پارامتری کردن مرز ناحیه. خب این چی میشه جوابش؟ این میشه انتگرال اف دات دی آر تبدیل میشه به انتگرال اف سی تی، یعنی پارامتری شده سی دات سپریم تی دی تی. دات سپریم تی دی تی ببین دیگه این اندازه نداره، این اندازه داشت، این دیگه اندازه. خلاصه کنم برات اینه که آقا این مدل جنبندی اسمش، ببین انتگرال خط تو، یعنی تا سوال میذارن جلو میگم آقا انتگرال اف دات دی آر یا انتگرال پی دی ایکس کیو دی وای، یا میگه کار حساب کن، زیرش خط میکشم بالاش مینویسم خط نوع دو. بهترین روش خط نوع دو چیه؟ قضیه گرین، به شرطی که چی باشه؟ مرز بسته باشه. حالا اگه مرز بسته نبود دومین بهترین روش چیه؟ تاب پتانسیل، به شرطی که میدان تحت انتگرال پایستار باشه. حالا اگه ببینیم سراغ تاب پتانسیل، حالا اگه مرز بسته نبود و میدان پایستار نبود چیکار می‌کنی؟ هیچ چیز دیگه، یه روش بیشتر نمیمونه دیگه، پارامتری می‌کنی مرز ناحیه رو، پارامتری می‌کنی جواب سوال میرسه. کی پرسید گفت انتگرال خط رو برام جمع‌بندی کن؟ انتگرال خط خب اینو داشته باشین تا اینجا، این انتقال خطی که براتون جمع‌بندی کرد. حالا یه نکته ای من بگم خدمتتون، ببین دوستان یه لحظه من این تصویر رو قطع کنم، یه لحظه اجازه بدین، یه لحظه تشریف داشته باشین من یه چیزی رو بگردم براتون پیدا کنم، یه لحظه اجازه بدین. الان
Mình xin long rồi cái điện thoại này các bạn nhá. Đây là cái điện thoại của bạn. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn mình làm các bạn nhá. Đấy. Đây là cái điện thoại bàn nhà mình. Mai mình sẽ long rồi cái điện thoại. Đây các bạn, bạn nhìn mình làm.